دلایل و عوامل فقر و بیکاری در کشور چیست؟ چگونه میشه که مشکلات اقتصادی و معضل بیکاری را در کشور برطرف کرد؟ در صورتی که راهکارهای اساسی در این زمینه روی دست گرفته نشود، تبعات و پیامدهای آن چی خواهد بود؟ بیننده برنامه زاویه باشید. به نام خدا و درود بر شما و برنامه زاویه خوش آمدید. موضوع مورد بحث امشب ما بررسی اوضاع اقتصادی و مشکلات فقر و بیکاری در کشور است. برای بحث بیشتر در این باره مهمانان گرامی آقای سیلاب سمندر کارشناس مسائل اقتصادی و آقای امین صداقت آگاهی مسائل سیاسی اینجا در استودیو با ما هستند. مهمانان گرامی بسیار خوش آمدید در برنامه. آقای صداقت، بحث با شما آغاز میکنیم. در نخست یک پرسش کلی، وضعیت فعلی کشور چگونه ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، تشکر از شما و از مهمان عزیزی که در اینجا تشریف داره و از بینندگان محترم و دوست داشتنی. وضعیت برای فعلا خیلی وضعیت خوبی نیست. بعد از پارسال به این طرف مسئله کرونا آمد، امسال خوشکابی هم آمد. علاوه بر اینها مزید بر علت این تحول اخیر برای فعلا دیگر وضعیت را آدم در سطح بازار، در سرک، در کوچه و محل بسیار بد مشاهده میکنه. بانک ها بسته است، کار نیست، از لحاظ اقتصادی مردم به یک بنبست برخورده، هیچ امید و هیچ آینده روشنی در فراروی از اینا موجود نداره. از طرف دیگه هم طالب امارت اسلامی هم برای فعلا مشکلش را با جهان حل نتانسته. وضعیت مثلا بلوکه شدن سرمایه ملی افغانستان 10 میلیارد دلار و دیگر قطع کمک ها، اینا همه برگشت به این داره که علت های مزید شدن برای اینکه اوضاع به هم بخوره. برای فعلا مردم، برای یک وعده نانش بسیار به مشکل برخورده. شما میبینین که سازمان غذایی هم گفتن که 10 میلیون آدم زیر خط فقر است. چقدر آدم بالاخره به آب آشامیدنی نیازمند است، چقدر آدم جابجا شده، 5 میلیون آدم بالاخره جابجا شده، 600 هزار آدم در همین تحولات اخیر جابجا شده. مضافاً بر اینها که روستایی های ما هم که در اونجا مانده، از لحاظ نبود آب و بالاخره غلجات، اونها هم به مشکلی بسیار جدی و محکمی مواجه است. بعد از اون مشکل دیگر این هم است که بالاخره در افغانستان برای فعلا مشکل شهرنشینی، شهر که برای فعلا توسعه یافته، شهر مثلا ما در 20 سال یا در 25 سال قبل نیستیم. شما در 20 سال 25 سال قبل افغانستان خیلی مردمش با امو عایدات که از تولیدات خودشان بود گذران میکردن، اما حال برای فعلا این چنین نیست. دیگه کندوی در کار نیست، آدم ها جیبش کندویش هست و فقط رفته نان میگیره. روزی کار نباشه شب نان در خانه نداره. در کل اوضاع شکننده و نگران کننده بیش از حد اوضاع شکننده و نگران کننده هست. باید که این مسئله حل شود و این اوضاع چی اقتصادی نداره، بیشتر این یک بنبست سیاسی داره. ای تا این بنبست سیاسی حل نشود، این بنبست اقتصادی هم شکسته نمیشود، تا اینکه ما روابط ما نرمال نشود، تا اینکه ما بالاخره اعتماد امارت اسلامی، اعتماد جهان را به دست نبیاره، اعتماد مردم افغانستان را به دست نبیاره. سپاسگزاریم. به شما برمیگردیم. آقای سمندر، شما وضعیت چگونه ارزیابی میکنید؟ خاصا از لحاظ اقتصادی و اجتماعی امروز متاسفانه جامعه در یک وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی و سر میبره. به نظر شما دلایل و عوامل عمده چی است؟ تشکر. عدلی‌زاده صاحب، سلام و احترامات بر شما، به مهمان گرامی و به بیننده های تلویزیونی راه فردا. از نظر من اقتصاد افغانستان در یک حالت بحرانی قرار دارد. اما پیش از این یک چیز که ما باید یادآور شوم، افغانستان از پیش، یعنی از 40 سال پیش در وضعیت بحران قرار داشت. تنها با این تفاوتی که فعلا همو 5-6 میلیون نیروی بشری که ما داشتیم در بخش حکومت، نظام، مؤسسات یا هم در بخش های خصوصی که سرمایه گذاران اونها را به خود مشغول کرده بودند، اونها هم فعلا بیکار شدند. سطح فقر و بیکاری دیگه هم بلند رفتند. اصلی موضوع در اینجاست که ما باید از سابق، از گذشته به این مشکلات یک پلانسازی میکردیم. نه حکومت این کار کرد، نه تجار و نه هم سرمایه گذاران. چرا نکرد آقای سمندر؟ جمعی جهانی به این مشکل کارها و پالیسی ها و قوانین اساسی ساختن. به خاطر که اجتماع مکه است، اما خصوصیت که یک اجتماع میداشته باشد ندارن. هر کدامشان هر کاری که میکردن در بخش اقتصادی و نظامی، اما هدفشان فواید شخصی بوده.
اگر ما در آن وقت یک فکر ملی می داشتیم، فعلا به این فقر و بیکاری و بی‌نظمی روبرو نمی شدیم. ما گفتیم که 40 سال پیش هم مفکوره ما مفکوره شخصی‌گرایی بود، نه ملی. اگر ما مفکوره اقتصادی ملی، نظامی ملی، علمی ملی می داشتیم، حال در همه عرصه ها، همه ملت و اجتماع در همه عرصه ها پیشرفت می کردیم و رکیب همسایه خود می شدیم. حالا منشأ تمام مشکلات همین مفکوره شخصی‌گرایی است به باور شما. چگونه می شه این مفکوره را از میان برداشت و یک مفکوره ملی ایجاد کرد؟ بله، دقیقا شما فکر کنید آن شخصی که آن کشورها یا آن اجتماعی که در جهان بر مفکوره بر پلان ملی برآمده است، اونها به ملت خدمت کرده است و در ملت خودشان هم آمدنی بر خود هم خدمت کرده، یکی به دیگر داده ده و یکی به دیگر خدمت کرده. کسایی که بر اساس مفکوره های شخصی برآمده بر خود خدمت کرده، درست، بر دیگر ضرر رسانده. بر همین اساس کسایی که در افغانستان با وسایل تجهیزات امکانات و پول بیت المال دسترسی داشتند بر خود خدمت کردند، آنها دیروز هم زندگی خوبی داشتند، امروز هم زندگی خوبی دارند. و ما ملت در جای ماندیم که ما گفتیم 40 سال پیش کی بودیم، 20 سال پیش کی بودیم، حالی هم در همان حالت قرار داریم. تنها به این تفاوتی که همون 5 میلیون نفوسی که در بخش خصوصی و نظامی مشغول کار بود او هم بیکار شد، همون 24 25 میلیون نفر پیش از این هم بیکار بود. درست. پس راه حل چی است؟ شما چی پیشنهاد می‌کنید؟ راه حل فعلا در افغانستان اقتصاد، وضعیت اقتصادی، بحران اقتصادی از دو نقطه نظر ما تقسیم میکنم. یکی وضعیت اقتصادی نظامی است یا حکومت است. یکی وضعیت اقتصادی یا بحران اقتصادی اجتماعی یا هم عامه است. اقتصاد عامه. بعضی کشورها با رکود اقتصادی نظامی مواجه هستند، مثل کشور دوست پاکستان. بعضی کشورها هم در بخش عامه هم در بخش نظامی با رکود و بحران اقتصادی مواجه هستند، مثل افغانستان. درست. اگر ما حکومت قوی اقتصادی می داشتیم، فعلا می تانستیم یک رای حل داخلی بر این بحران اقتصادی نظر می دادیم یا هم پیشنهاد می کردیم. این که حکومت هم رو به رکود است و در حالت اقتصادی بحرانی قرار دارد و ملت هم پول داری و دیگر راه یا امکاناتی ندارند که برایشان یک پلان و پالیسی بسازیم، یگانه رای حل این بحران اقتصادی و بشری که است همی سازمان ملل است، کشورهای همسایه هستند. درست. ما با استفاده کمههای از اون میتونیم با استفاده از نیروی بشری آنها، نیروی تجربه کاری آنها، از پول و دارایی آنها میتونیم همی کشور خود حد یکل تا یک مدت محدود تا که ما به این حد میرسیم که همو قوای فکری و بشری و تجهیزات ما به حدی برسه که از معدن و منابعیت که یا کانهایی که در داخل افغانستان است هر چیزی که داریم از او استفاده بکنیم، تا او وقت ما با بین الملل یا سازمانهای ملل متحد یا مؤسسات خارجی کشورهای همسایه مجبور هستیم. آقای سمندر، سپاسگزارم. آقای صداقت، این وضعیت چقدر میتونه که سیستم حکومتداری و دولتداری را در کشور ضربه بزنه و صدمه برسانه؟ این وضعیت وقتی که مردم آرام نباشد، وقتی مردم از لحاظ اقتصادی تامین نباشد، طبعا شما ببینید در روزهای اولی که امارت اسلامی تشریف آورد، دزدی در سطح شهر و بازار خیلی کم شد، ولی امروز گرافی بالا رفته روان است. خب این یک معضل است، یک بخش از طالبان باید مصروف، امارت اسلامی مصروف گرفتن گرفتار کردن از اینا شود و خیلی از مسائل دیگه، فروپاشی اقتصادی اگر واقعا اتفاق بیفته بسیار یک فاجعه عظیمی هست، این دیگه قابل ترمیم نیست، قابل برگشت نیست. مشکلی که اینا را مشکل ده بر مشکلات می افزاید، این وضعیت بسیار خطرناک است. یعنی واقعا که وضعیت از این که خطرناک تر اگر شود دیگه خودش بحرانه، خودش تراژدیه، خودش یک معضلی هست که دیگه خیلی ها ممکنه او را حل کرده نتواند. ما حالا دنبال از این که بگردیم که چی شده چی نشده، اوناش خیلی سر جایش، منتها برای فعلا مشکل اساسی همین چی اقداماتی که باید بشه یا کاری که بکنه، یعنی بانک ها بالاخره پول پیدا شوه، بودجه افغانستان باش آزاد شوه که کار را بیفته، تا اینکه بالاخره سرمایه‌گذاری کرده بتونه. قبلا امنیت نبود، سرمایه‌گذاری نبود، حالا که امنیت هست
تاجر راحت سرمایه‌گذاری میکنن، به شرطی که بالاخره او یک اعتمادی برایش ایجاد شوه که در اینجا این اعتماد هست. 10 تاجر، 20 تاجر، 100 تاجر بالاخره خب شبکه دولتی خودش هم را بیفته، آیسته آیسته این مشکل را حل کنه. او یک ما بالاخره به یک شکوفایی اقتصادی برسیم و مسئله بعدی هست، اما ما حالا برای فعلا به می او مسائل اولیه محتاج هستیم، به نان شب محتاج هستیم، به بالاخره خدمات اولیه محتاج هستیم. این خدمات اولیه برای فعلا وجود نداره. در طول زمین یک ماه اخیر مثلا نزدیک به 40 روز هیچ گونه خدمات اولیه وجود نداره. بانک مثلا هفته 20 هزار افغانی میده، خب یک تاجر با هفته با 20 هزار افغانی چی کرده میتونه؟ بسیار خوب، ادامه وضعیت چگونه ارزیابی میکنید؟ ادامه وضعیت تا چه زمانی داره؟ ما نگاه ما به امارت اسلامی است. امارت باید که اینجا دست به کار شود، یعنی سیاستی تشنج را کنار بگذاره، بلکه از باب گفتگو، بلکه از باب بالاخره پذیرش، بلکه از باب عزیب برایند. مثلا شما ببینید با تکمیل شدن کابینه که در امشب معلوم شد، امارات برای فعلا مشکل فقط در بین خود حل کرده میتونه، یعنی از منظر اقتصاد، از منظر مثلا سیاسی خراب، اقتصادی هم خراب میشه. وقتی ما در سیاست بالاخره ناکام هستیم، طبعا در اقتصادی ورشکسته ما ناکامی بیشتر میشه. تشکر آقای صداقت. آقای سمندر، امیدواری های شما برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور چگونه است؟ فکر میکنید که حکومت فعلی یک راهکار اساسی برای حل معضل فقر و بیکاری در کشور، مشکلات اقتصادی در کشور بتونه روی دست بگیره؟ نه خیر عدلی‌زاده صاحب، طور که ما گفتیم حکومت سابقه ما هم کدام راه پلان پالیسی برای رفاه اقتصادی افغانستان نداشتن. فعلا هم همو وضعیت از بد بدتر شده است. حکومت فعلی هم هیچ نوع پلان امنیتی، هیچ نوع پلان اقتصادی، هیچ نوع پلان تحصیلی ندارن. تنها همان پالیسی که حکومت گذشته داشتن که شب را روز میکردن و سخن شب را صبح تغییر میدادن، همان پلان پالیسی فعلا هم جریان دارند. حکومت گذاشته که جمعی جهانی بود، نتوانستن که یک پلان برای رفاه اقتصادی افغانستان بسازن. فعلا خود همه بنادر از نگاه سیاسی، همه راه ها، سفرت ها، ارتباطات بین المللی به این حکومت تا حد عظمی قطع شده است. تنها چند کشور اسلامی به این حکومت جدید افغانستان در ارتباط هستند. او هم فعلا فقط و خطر از بین بردن فقر و نورین بشری کمک های غذایی یسیحی میکنن، نه کمک های در بخش اقتصادی اساسی. پس یگانه رای حلی که برای حکومت فعلی وجود دارن که ما پیش هم پیشنهاد کرده بودیم، جمع اقتصاددانای افغانستان، سرمایه گذاران و درهی که در بانک مرکزی یا در بانک های تجارتی وجود دارد، جمع تجاران و سرمایه گذاران جمعیه جهانی در کشورهای همسایه است که در کره اروپا و امریکا هستند، اونا را به خاطر رفاه اقتصادی افغانستان به افغانستان جلب کنند. سرمایه گذاریشان، توانایی فکریشان، توانایی علمیشان، مهارتهایشان، یگانه راه حل رفاه اقتصادی افغانستان همین است. طوری که انگلستان هم از همین پالیسی استفاده میکنند، از تمام جهان استعدادها را طرف خود جلب میکنند و برایشان فرصتها را ایجاد میکنند. اما مسئله مهمی که در افغانستان است امنیت است. تا که امنیت نباشه، اینجا عدالت نباشه، نه سرمایه گذارای داخلی افغانستان، خود افغان ها، نه هم کشورهای همسایه، نه هم از جمعیت جهانی، از دیگر کشورها، از دیگر برازم ها دل میکنن که به افغانستان بیاین. پس اولین شرط در افغانستان امنیت و عدالت است و یک قانون برای رشد اقتصادی ساختن است. درست، یعنی امنیت باید اول تامین شود و عدالت اجتماعی برابر شود. بله، تا که یک جای امن نباشه، هیچ تجار و سرمایه گذار اونجا نمی رود که یک سرمایه گذاری کنن یا همون مال و درهی خود در خطر بیاندازن. بسیار خوب، فکر میکنید که به مرور زمان اوضاع تغییر کنه و اوضاع خوب شود؟ فعلا دو نظریه اقتصادی وجود داره، یکی نظام اقتصادی اسلامی است، یکی نظام اقتصادی جهانی است که تمام جهان در آن بر اساس پالیسی های تجارتی کشورها یا تجاران سرمایه گذاران بین خود تجارت میکنن. درست، تبادله اثار و زیورات و طلاها و اموال میکنن. اگر به کلمه رو به موقعیت اقتصادی افغانستان، جغرافی افغانستان نظر بیاندازیم، افغانستان در وضعیتی قرار دارن که همان رای جمهوریت باید در بخش اقتصادی و علمی تعقیب کنن، تا
حتی ما بورس های تحصیلی مهارت های دیگه کشورها در بخش اقتصاد و علم تکنولوژی به دست بیاریم. درست. و همان پالیسی تجارت و سرمایه گذار باید پیش ببرند. درست. اگر نظام اقتصادی اینجا قائم شود، ببینید در تمام جهان 90% از تجارت را بر اساس فیصدی یا سود پیش میبرند مردم. اگر ما تنها رای نظام اقتصادی اسلامی را پیش کنیم، هیچ کشوری حاضر نیست که با اساس مضاربت همراه ما تجارت و اموال و یا همدارای خود تبادل کنند یا در اختیار ما بدهند. پس این یک مشکل بزرگ است در نظام اقتصادی اسلامی فعلا برای افغانستان. پس ما هر دو را باید در پیش بگیریم. بله، تا که شرایط مساعد است در داخل افغانستان از راه های مضاربت و مشارکت تجارت و سرمایه گذار را پیش ببریم با افغانها و همکاران خود داخلی بانهای افغانستان. اما با کشورهای خارجی باید به همان اصولی که در جهان جریان دارن، ما نمیتونیم به تنهایی اونا را تغییر بدیم و اونا کل جهان را در یک روز اسلامی بسازیم. چون اعتماد در اقتصاد که به نام کردیت گفتم ایشان مهمترین اصل است. هیچ کس نمیتونه بدون از اینکه کردیت و اعتمادشان یا فایدهشان مشخص باشن، در این وقت در این شرایط بر شما تجارت یا هم تبادله اموال یا دارایی کنن. پس ما باید راه پالیسی های تجارتی اقتصادی جهانی را تعقیب کنیم، به همان اساس به همان پالیسی ها پیش بریم. در غیر از این میتونیم سرمایه گذاران یا هم تجاران جهانی یا کشورهای همسایه و یا هم از دیگه برزمان به سوی افغانستان جلب کنیم، تا که اینجا سرمایه گذاری نباشد، تجارت نباشند در بخش زراعت و تکنولوژی و علمی و هم یا هم ساختمانی. اینجا امی مردم ما که بیکار هستند، یعنی قوای بشری ما که بیکار میگردند، اونا را ما مشغول کرده نمیتونیم، بر از اونا عید پیدا کرده نمیتونیم. همون معدنی که در افغانستان داریم یا هم منابع دیگه‌ای که داریم، آب، نفت، از اونا را نمیتونیم پروسس کنیم. و برای اونها ما نه پلان داریم، نه هم وسایل امکانات تجهیزات داریم، نه هم آن مهارت های داریم که اینا را پروسس کنیم. پس در این بخش ها تکنولوژی، اقتصاد و علم و مهارت ها ما به کشورهای همسایه و یا هم کشورهای پیشرفته در بخش اقتصاد نیاز داریم. تشکر آقای سمندر. آقای صداقت، در صورت ادامه وضعیت چقدر اعتماد مردم نسبت به حکومت فعلی سلب میشه و چقدر نگرانی ها بیشتر خواهد شد باور شما؟ اعتمادی که از چی من در خدمت شما عرض کنیم، اعتمادی خیلی جالبی هم تا حالا نبوده، یعنی مثلا خیلی اعتمادی جدی نبوده. اما امیدواری ها وجود داشته، چقدر میتونه امیدوارها از بین امیدواری های اندکم روز تا روز بالاخره اینا به یه تبدیل شده روان است. ببین، ما از اول گفتیم اعتماد سازی بسیار چیزی مهمه در بخشی دولت قبلی از لحاظ مثلا پالیسی با دنیا ارتباطات داشت، ولی بدبختانه که در افغانستان امنیت نبود، تاجر حاضر نبود که پیسه خود آورده بالاخره اینجا سرمایه‌گذاری کنه، چون امنیتی نبود، معلوم نبود که امروز که رقم است فردا چه رقم میشه. ولی برای فعلا امنیت هست، یعنی دیگه، ولی برای فعلا امنیت باز پالیسی روابط با دنیا نیست. یعنی اینا تا که ما روابط خود را با دنیا، با مثلا شبکه های اقتصادی جهان، با مثلا نظام بازار، تا که تعریف نکنیم، درست نکنیم، خب بالاخره سرمایه تاجر اقتصاددان اونها بسیار مردمای هوشیار هست، رنگ است و چی است، و اونها به آسانی اومده بالاخره اینجا سرمایه‌گذاری نمی‌کنه. بخش حالا که ما تمام تلاش برای فعلا در این قسمت است که اونها خود مسائلی که هست که در بلند مدت روی از اونها کاشه و همین در خیلی که همین فعلا که ما شما هستیم و همین شب و روزایی که در کابل می‌بینیم و در بخش دیگر نقاط افغانستان بیشتر کمک‌ها رو جذب کنه، کمک هایی که بالفرض بیایه مردم رو از خطر مرگ. اینا هم بازم به اعتماد سازی نیاز داره. اینا چگونه میشه این اعتماد سازی کرد؟ اعتماد سازی ما باید ببینیم، ما او کشور چین را گرفت، انقلاب سوسیالیستی کرد، کمونیست سرخ بود، خیلی کارا و ضد امپریالیسم غرب هم بود، ولی اونا وقت که اومد بالاخره کشور چین را گرفت با یک میلیون نزدیک 800 میلیون نفوس، 800 میلیون نفوس گرسنه، اونا با یک وقت پای برد که بدون مشارکت با جهان ما مشکل را حل کرده نمیتونیم. آمدن از طریق چونلای صدر اعظم وقتی بالاخره چین با آمریکا در تماس شدن، یعنی به امی چینی که امروز خودش تبدیل به قدرت دوم جهان شده، 40 سال پیش 50 سال پیش خودش مفلوک ترین کشور روی زمین بود، یک از مفلوکین بود. اینا با یک سیاست گذاری دقیق، با یک مثلا واقع بینی، با یک عملگرایی دقیق توانست که خود را با غرب
با غربی که امپریالیزم بود، بر ضد کمونیسم بود، بر ضد بلاخره جنبش های سرخ بود، اینا خود عیار کرد، هماهنگ کرد. اینا به این نتیجه رسیدن که یا ما چین را حفظ کنیم، یا اینکه با همی بلاخره انقلاب اینچنینی چین را تکه و پارچه کنیم. برای فلان هم وضعیت عین قضیه هست. امارت اسلامی برای چی مهمه؟ حفظ مردم افغانستان مهمه؟ حفظ یک کشور بلاخره به نام افغانستان مهمه؟ یا اینکه نه، برایش بالاخره اونمو گفته های خودشان مهم است و تا هر زمانی که دوام کرد اینش دیگه برگشت به اینها داره که اینها چی گونه عمل میکنه و چی قدر نیروهای عملگرا در درونی از اینها هست، چی قدر کارشناسان قوی مخ واخن ارتباطی نیست که آدم بفهمه، چی قدر کارشناسان قوی اقتصادی بالاخره با اینها هماهنگ و همسو است تا اینکه اینها را از این خطرات جدی که برای فعلا مردم با دست به گریبان است، خودشان هم دست به گریبان است، اینها را بالاخره گوش زد کنه، اینها را مثلا راهنمایی کنه، اینها را بالاخره تشویق و ترغیب کنه برای از اینکه بالفرض دیگر زمانی سیاست های بالاخره انزوا به پایان رسیده، زمان از اینکه ما بتونیم بالاخره ما در یک گوشه از جهان به تنهایی تنهایی زندگی کنیم دیگر، این عصر به پایان رسیده. آلن تافلر یک نکته بسیار خوب میگه، میگه که بشر سه چهار مرحله بسیار جالب رو پشت سر گذاشته: مرحله بالاخره شکار و فردی، مرحله کشاورزی، مرحله صنعتی و مرحله ارتباطات. مرحله صنعتی 400 سال طول کشید، مرحله کشاورزی هزاران سال طول کشید. حال ما در عصر اطلاعاتیم، در عصر ارتباطاتیم، در همچون زمانی که دنیا تبدیل به یک دهکده شده، دیگر امکانی از این وجود نداره که یک عده در یک گوشه تنهایی بشینه و بالاخره ببره و ببافه. سپاسگزارم آقای صداقت. آقای سمندر، شما پیشتر در گفته هایتان راه حل را همکاری تجاران بین المللی و جامعه بین المللی پیشنهاد کردین. در صورت عدم همکاری تجاران بین المللی و جامعه بین المللی، چه راهکار را برای پیشنهاد میکنین؟ فراهم شدن زمینه کاری مستلزم چه برنامه ها، چه تلاش هایی در داخل کشور میباشد؟ اگر جامعه جهانی در بخش اقتصاد، علم و تکنولوژی به افغانستان همکاری نکنند، حکومت فعلی افغانستان را به رسمیت نشناسند، پس افغانستان در یک بحران اقتصادی شدیدتر از مرحله فعلی که در قرار میگیرند. همین نفوسی که فعلا در افغانستان وجود دارن، از نگاه اقتصاد و قوای بشری اگر نظر بندازیم، همین قوای بشری هم از افغانستان میگریزد. همان پولی که یک اندازه در بانک ها و یا هم پیش صرافان افغانستان در دیگه گوشه افغانستان مانده، اونا را هم به خود میبرن. به خاطر که اقتصاد مثال تیری کمر یک کشور، یک جامعه و یا هم یک نهاد، یک اداره دارن. پس اگر این حکومت به وضعیت اقتصادی افغانستان جدیتر یک پلان نسازند، از منابع داخلی افغانستان استفاده نکنند، پس همان نورین بشری یا فجیع بشری که گفته میشه در بخش اقتصاد، تکنولوژی، علمی و فکری و ذهنی همان به میان میآیند و کشور به سمت شمال و جنوب، یعنی به بخشای مختلف تقسیم میشوند بین احزاب، بین همین حکومت که بر اساس مشکلات اقتصادی بین هم میخورند. همان سران امی حکومت از هم جدا میشوند و امی تفرقه کامی که عدم همکاری جامعه جهانی همچون یک وضعیت پیش خواهد آمد. بله دقیقا. شما ببینید وقتی که بین دو برادر در یک فامیل بر اساس موضوعات اقتصادی جدایی میاند، در یک حکومت یا اداره 100% این فجیه امکان پذیره. پس راه حل چی پیشنهاد میکنید در صورت عدم همکاری تجاران بین المللی و جامعه جهانی با افغانستان؟ یگانه راه حلی که بر اساس وضعیت و شرایط فعلی همان خواسته های جامعه جهانی است که ما باید همکاری و مشارکت یا هم ارتباط بر آنها را قائم و یعنی مکمتر بسازیم. یعنی اگر ما نتونیم، آقای سمندر، اگر ما نتونیم اعتماد جامعه جهانی و جامعه بین المللی را کسب کنیم و آنها هم با ما همکاری نکنند در بخش‌های مختلف، در بخش اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، چه راهکار را پیشنهاد می‌کنی؟ راه حل چی است؟ چی میشه؟ هیچ اداره، یعنی انسان، در وضعیت اقتصادی که یک دوره سرمایه‌گذاری است در کل جهان، بدون پول و دارایی نمیتوان زندگی کنند. یک اداره هم پیش برده نمیشه، یک اجتماع هم در آنجا زندگی کردن نمیتونه. حرج و مرج، مشکلات و دیگر جرم و جنایت به اوج خود میرسد، زمینه مساعد میشه فقط که حکومت تغییر کنند، نظام تغییر کنند. یعنی ما باز رای حلی نداریم که در همین منابع محدود خود کشور را بر پای اقتصادی ببریم. وقتی که کمک های علمی،
کمک های مهارتی، کمک های تکنولوژیکی، کمک های مثلا پول نقد دریافت نکنیم، پس چی رای وجود داره؟ همین یک رای وجود داره، همان خواسته های جمعی جهانی را برپا کنند در افغانستان، امون حکومت یا هم بدیل آنها را به میان بیاریم، کمک های جهانی را به دست بیاریم، بعدن تا یک حد یا تا یک وقت محدود همون کمک های را استفاده کنیم، از بر اساس اونها کشور را به یک حالت رفاه اقتصادی برسانیم. در غیر آن هیچ رای حلی نداریم، یا باید همان همکاری آنها را جلب کنیم، یا هم در داخل کشور هم نظام پالیسی های اسلامی که شدیدتر است یا هم سختتر هستند در آن باید نرمی به وجود بیاید. سپاسگزارم آقای سمندر، تشکر. آقای صداقت، در صورت که یک راهکار اساسی برای حل معضل افغانستان، برای حل مشکلات اقتصادی و بیکاری در کشور روی دست گرفته نشه، پیامد و تبعات آن چی خواهد بود باور شما؟ فاجعه. میگه که ماکیاول سیاستمدار ایتالیایی میگه که جنگ فرزندان سر خون پدر نیست، جنگ فرزندان سر ارث پدره. برادر که برادر میکشه به خاطر پیسه میکشه، به خاطر ارثی که ارث و سهم بیشتر ببره. نظام سیاسی یا هر نظامی پایه نمیگیره مگر اینکه از لحاظ اقتصادی به یک رفاهی برسه. شما ببینید امروز در چین نظام کمونیستی پایه گرفت، ماندگار شد، یک از ابر قدرت ها شده به خاطر که از لحاظ اقتصادی ایر خوب اندیشید. امارت اسلامی چند خوبی فاکتورهای خوب داره اگه نابیت نجیز استفاده کنه. مثلا فساد داشت نیست، خیلی تجملگراه نیست، رفاه زده نیست. این بخش ها این فاکتورهای مثبت امارت اسلامی است. از طرفی که اینا باید اکتران نرمیش های را به وجود بیاره، متخصصین اقتصادی را، متخصصین سیاسی را، متخصصین اجتماعی را، متخصصین فرهنگی را اینا را بیاره، از اینا کار بگیره، کار بگیره. خود اعتماد جهان هم که بدون کدام چیزی که کسب نمیشه. جهان نمیگه که ما شما را بالاخره قبول نداریم، میگه ما قبول داریم حقوق بشر رعایت کنیم، ما قبول داریم زنان را بالاخره سهم بدیم، ما قبول داریم اقلیت ها را در ساختار بیارین، ما قبول داریم. این چیزی هست که دوام نظام سیاسی امارت اسلامی رو با آوردن یک همچون تغییراتی بسیار زیاد میشه. شما ببینید در 150 سال اخیر تاریخ افغانستان را که هر کس مطالعه کنه، نظام های سیاسی بیشتر از 20 سال عمر نکرده مگر ظاهر شاه. چرا؟ ما باید بخوانیم که ظاهر شاه چه موفقیتی داشته که بالفرض 40 سال تمام این آدم اینجا حکومت کرده، به خاطر که مسائل اقتصادی رو رویش فوکس داشت، خیلی از مالیات ها رو حذف کرد. مردم آهسته آهسته بالاخره یه طرف فکر کرد که بالاخره هرچی که ما کار میکنیم برای جیب خود کار میکنیم، برای حکومت کار نمیکنیم. و این مسائل، یک مثال خود مختاری های محلی داد، این مسائل ها سبب شد که این حکومت برخلاف انتظار و باور همگان 40 سال دوام کنه. دیگر نظام های سیاسی ما، هیچ نظام سیاسی ما بالاتر از 25 و 10 و 15 عمر نکرده. حتی همین نظام سیاسی که چند یک ماه قبل به راه حاکم بود با پشتوانه 40 و چند کشور جهان نتونست که بیشتر از 20 سال عمر کنه، به خاطر اینکه این مشکلات را بالاخره در نظر نگرفت، فساد در اوج خود رسید، عدم مسئولیت در اوج خود رسید و خیلی مسائل دیگر که اونها رعایت نکردن، فاصله بالاخره بین از نو بین مردم بسیار ایجاد شد. وقتی که شهرها و ولایت ها سقوط کرد مردم اصلا ناراحت نبود. سپاسگزارم آقای صادق، تشکر. آقای سمندر، به صورت خلاصه درنمای وضعیت اقتصادی کشور و مردمی افغانستان چطور میبینید شما؟ وضعیت اقتصادی افغانستان از هر نگاه فعلا یک وضعیت بحرانی اقتصادی است که رو به رکود است. همان پولی که در جیب و بانک و صرفی مردم داشتن امروز مصرف کرده میروند و راه به دست آوردن عاید محدود شده است. پس این مردم وقتی که پول و عاید خود از دست میتن و راه به دست آوردن پول یا هم نفقه خود را سنجیده نباشن، پلان پالیسی یا هم امید وجود نداشته باشن، همین عاید، همین قوای بشری، همین چیزی که در این افغانستان داریم از دست میدهیم. درست. یعنی کشور در این شرایط برای مردم مهم نمی باشن، ترک میکنن. درست. یگانه رای حلی که برای این است حکومت فعلی و یا هم اتحادیه های تجاران و سرمایه گذاران که است، یک راه کار یا هم پالیسی اقتصادی بسازن و گفته مهمان گرامی، تا که مردم بتوانند برای خود یک راه عاید پیدا کنند و یک اختیار در دست داشته باشند که اینجا زنده بمانند، کار کنند.
اگر این میکانیزم روی دست گرفته نشه، اگر این راهکار روی دست گرفته نشه، چی خواهد شد؟ مردم کشور را ترک خواهند کرد و اینکه در همین جا فاجعه بشری رخ خواهد داد. همین که مردم کشور را ترک میکنند، از این دست از اینجا سرمایه گذاری دریایی فرار میکنند، این هم یک همی فاجعه بشری است. اینجا حرج و مرج و قتل و قتال و هم دوزی دیگه جرم بلند برده میشه، این هم همی فاجعه بشری است. در مجموع این همه مشکلات که یک جا میشوند فاجعه بشری میشه. سپاسگزارم مهمانان گرامی، آقای امین صداقت آگاه مسائل سیاسی و آقای سیلاب سمندر کارشناس مسائل سیاسی، سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. و همینطور تشکر از شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه زاویه بودید. اوقات خوش، خدا نگهدار.